علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس میگوید هیئت رئیس این مجلس به دلیل ترس از افشاگری رئیس جمهوری طرح سوال از محمود احمدی نژاد را کنار گذاشته است. ابتدای هفته این طرح اعلام وصول شده بود، اما امروز علی لاریجانی اعلام کرد به دلیل کاهش امضاها طرح سوال از رئیس جمهوری منتفی شده است، ادعایی که به عقیده آقای مطهری تنها یک بهانه است. امروز استعفای علی مطهری نماینده تهران با مخالفت دیگر نمایندگان مجلس روبرو شد. او در نطق خود رسما اعلام کرد که به دلیل ترس از افشاگری رئیس جمهوری، هیئت رئیسه مجلس طرح سؤال از محمود احمدی نژاد را اعلام وصول نمی کند. علی مطهری پس از آنکه هیئت رئیسه مجلس از پذیرش طرح سؤال از محمود احمدی نژاد خودداری کرد، استعفا داد که امروز 167 نماینده با استعفای او مخالفت کردند و 31 نماینده هم موافق استیضاح او بودند. 31 نفری که به گفته حمیدرضا کاتوزیان از اصولگرایان مجلس بیش از هر چیز نشان دهنده وزن حامیان دولت در مجلس است. تیر ماه امسال 100 نماینده در نامه‌ای طرح سؤال از محمود احمدی نژاد را امضا کردند، اما هیئت رئیسه مجلس از پذیرش آن خودداری کرد. امروز علی مطهری در جلسه استعفای خود دلایل هیئت رئیسه برای اعلام وصول نکردن طرح سوال از احمدی نژاد را بهانه نامیده و گفته است نمیتوان گفت چون فردی تعدادی پرونده زیر بغل دارد و جسارت لازم را هم دارد، همه باید مطابق میل او رفتار کنیم تا دورش به سر رسد. من میتونم راجع به پرونده یه خانومی با شما صحبت کنم؟ محمود احمدی نژاد پیشتر در مناظره های انتخاباتی سال 88 علیه رقیبان ادعاهایی مطرح کرد، اما اینک او علیه حامیان سابق خود قصد افشاگری دارد. بیس اصلا مشکل از زمان شروع شد که نیروهای امنیتی نظامی سکان هدایت رو برعهده گرفتن و خود به خود دسترسیشون به اطلاعات بسیار زیاد شد. خب در یک مقطعی به دلیلی که اصلاح طلبان سیبل بودن و اصولگراهان رو یک دشمن مشترک داشتن، جهتگیری افشاگری ها و تخریب ها به سمت اصلاح طلب ها بود، اما از یک زمانی به بعد که خود به خود اصلاح طلب ها و جنبش سبز و معترضین تقریبا از صحنه سیاسی حذف شدن و اصولگراها موندن و خودشون به یک نوع جهتگیری های افشاگری ها و تخریب ها در درون اون جبهه گسترش پیدا کرده و به یک جنگ درون گروهی تقریبا تبدیل شده علیه هم دیگه. پیش از این روزنامه اعتماد در تهران نوشته بود علی مطهری و علی لاریجانی تحت فشار هستند که به محمود احمدی نژاد تریبون ندهند، چون او قصد دارد علیه مسئولان دست به افشاگری بزند. 10 روز پیش محمد خوش‌چهره نماینده پیشین مجلس هم خبر داد آقای احمدی نژاد در دوران کوتاه سرپرستی بر وزارت اطلاعات اسنادی را علیه منتقدان خود که به اسناد رده A شهرت دارد از این وزارتخانه خارج کرده است. علی مطهری در حالی از تهدید دولت علیه منتقدان میگوید که دیروز نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر اقتصاد رأی ندادند. امروز هم هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد طرح سوال از احمدی نژاد منتفی است. این برداشت میتونه باشه که این افشاگری ها و تهدید ها با توجه به اعتماد به نفسی که در جریان احمدی نژاد شما میبینید تاثیرگذار بودید. منتقدان دولت چون علی مطهری میگویند به تلاش خود برای مهار دولت ادامه میدهند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.